بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر به شما بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با اخبار شیعه در افق پانوراما. منابع خبری از آغاز ساخت صحن امامین عسکریین علیهما السلام در حرم مطهر امامین کاظمین علیهما السلام خبر دادند. گفته می شود در این مرحله آماده سازی مراحل زیر ساخت این صحن مطهر آغاز شده است. هدف از ساخت صحن امامین عسکریین علیهما السلام افزایش گنجایش پذیرش و استقبال زائران در حرم مطهر کاظمی است. به گفته مسئولان آستان مقدس کاظمی، ساخت این صحن مطهر گامی دیگر در راستای افزایش سطح خدمات رسانی حرم مطهر امامین کاظمین علیهما السلام به زائران این آستان مقدس است. صحن مطهر امامین عسکریین قرار است از طریق یک تونل به ارتفاع 4 متر و عرض 4 متر به صحن امام صادق علیه السلام که در حرم مطهر کاظمی قرار دارد مرتبط شود تا راه‌های رفت و آمد زائران در مناطق مختلف حرم مطهر تسهیل گردد. روزنامه دولتی ده هندو با انتشار گزارشی از صدور یک دستور حکومتی برای ساخت دیوار اطراف قدیمی ترین حسینیه شیعیان در هند که حسینیه پادشاهی آشورخانه نام دارد خبر داد. به نوشته این روزنامه، هدف از ساخت این دیوار حفاظت از این حسینیه است تا به بهانه توسعه و ساخت و ساز در این منطقه مورد تخریب قرار نگیرد. گفتنی است حسینیه پادشاهی آشورخانه در دوران سلطان محمد قالی طیب شاه در شهر حیدرآباد ساخته شد. تاریخ دقیق ساخت این حسینیه تاریخی 1611 میلادی، یعنی بیش از 400 سال پیش است. در ادامه این گزارش آمده، هدف از ساخت این حسینیه برگزاری مراسم ماه محرم در این منطقه شیعه نشین بوده است. مرکز دارالمصباح شاعری از مراکز زیرمجموعه مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام از ابتدای ماه مبارک رمضان نشست‌های قرآنی خود را به صورت شبانه آغاز کرده است. در همین راستا محمد آل سیلاوی، مسئول مرکز دارالمصباح شاعری، ضمن اعلام این خبر افزود این اقدام فرهنگی همچنان ادامه دارد و در طول ماه مبارک رمضان هر هفته به مدت 3 شب این نشست برگزار می شده و قرار است به همین منوال تا پایان ماه رمضان ادامه یابد. وی در ادامه افزود بیشتر شرکت کنندگان در این نشست های قرآنی جوانان بودند. بنده در اینجا باید از مسئولان حوزه علمیه سیدالشهدا علیه السلام، از مراکز علمی وابسته به دفتر مرجع عالی‌قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی تشکر کنم که برای برگزاری این نشست‌های شبانه قرآنی ما را یاری کردند. خبری از اوضاع نابسامان مسلمانان در کشور چین. چین با برگزاری ضیافت‌ها و گشت‌های پلیس سعی می‌کند اویغورها را از روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان باز دارد. گفتنی سال‌هاست که پکن به نام مبارزه با افرادگرایی مذهبی مراسم‌های ماه مبارک رمضان را ممنوع یا محدود کرده است. در طول ماه مبارک رمضان مقامات چینی اقدام به برگزاری انواع جشنواره‌ها و همچنین نظارت‌های پلیسی در کوچه‌ها و خیابان‌ها می‌کنند تا اویغورهای مسلمان را از روزه گرفتن، نماز خواندن و برگزاری مراسم‌های ماه مبارک رمضان منع کنند. به عنوان مثال در شهر آتوش، شهردار این شهر جشنواره‌های هنری و غذایی در فضای پارک‌ها و فضاهای باز تشکیل داده و غذای رایگان بین مردم توزیع می‌کند. این در حالی است که ما شینگروی، دبیر حزب کمونیست منطقه خودمختار اویغور شینجیانگ، در تاریخ 7 مارس، درست چند روز پیش از آغاز ماه رمضان امسال به خبرنگاران گفت همگان می‌دانند استام در شینجیانگ باید چینی شود و این یک روند اجتناب ناپذیر است. با
پاکستان نامه‌های تهدیدآمیز ارسال شده به 18 قاضی این کشور را بررسی می‌کند. پلیس مبارزه با تروریسم پاکستان در حال بررسی مجموعه ای از نامه‌های مرموز حاوی یک پودر مشکوک است که هفته جاری به دست کم 18 قاضی ارشد پاکستان ارسال شده است. گفتنی است تاکنون هیچ فرد و یا گروهی در پیوند به ارسال این نامه‌های تهدیدآمیز و مشکوک شناسایی نشدند. شایان ذکر است متن نامه‌ها سیستم قضایی پاکستان را توبیخ کرده و عبارت باسیلوس آنتراسیس را همراه با عکسی از جمجمه و استخوان انسان‌ها به کار برده است. گفتنی است باسیلوس آنتراسیس یک نوع باکتری است که سبب بیماری کشنده سیاه زخم در حیوانات و بعضی اوقات انسان‌ها می‌شود. در همین راستا شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز پنجشنبه در سخنرانی تلویزیونی متعهد شد که حکومتش راز نامه‌هایی که با پودر مشکوک به قضات مختلف ارسال شده را به طور کامل بررسی و حل خواهد کرد. و خبری دیگر از کشور هند، دادگاه عالی هند در آستانه آغاز رأی‌گیری برای انتخابات سراسری حکم ممنوعیت فعالیت مدارس اسلامی در این کشور را به حالت تعلیق درآورد. وکلای این پرونده گفتند که دادگاه عالی هند حکم دادگاه بدوی را که عملاً فعالیت مدارس اسلامی را در پرجمعیت‌ترین ایالت‌های این کشور ممنوع کرده بود به حالت تعلیق درآورد. این دستورالعمل چند روز پیش از آغاز رأی‌گیری در انتخابات سراسری کشور صادر شد که در آن نخست وزیر نارندرا مودی و حزب ملی‌گرای هندو بهارات یا جاناتا به دنبال پیروزی در آن برای سومین دوره متوالی هستند. دادگاه عالی در پاسخ به اعتراض به حکم 22 مارس دادگاه بدوی که قانون سال 2004 حاکم بر مدارس ایالت اوتار پرادش، جایی که یک پنجم از جمعیت 240 میلیونی آن مسلمان هستند را رد کرده بود، اعلام کرد که قانون ممنوعیت فعالیت مدارس اسلامی لغو خواهد شد. دادگاه بدوی با بیان اینکه فعالیت مدارس اسلامی ناقض اصل سکولاریسم قانون اساسی است، دستور داده بود که دانش آموزان این مدرسه ها به مدارس معمولی منتقل شوند. اما دادگاه عالی در حکم جدیدش اعلام کرد که موضوعات مطرح شده در دادخواست ها مستلزم بررسی دقیق تر هستند. در پایان گفتنی است در 10 سال تصدی مودی و اعضای حزب بهارات یا جاناتا بر هند، آنها بارها به سخنان نفرت انگیز ضد اسلامی متهم شدند. نشانه های نگران کننده وجود دارد که نشان می دهد گروه سنی های تندروی داعش در سوریه در حال قدرت گرفتن می باشند. داده های تازه منتشر شده از فرماندهی مرکزی ایالات متحده نشان می دهد تعداد اعضای گروهک سنی های تندروی داعش در عراق و سوریه حدود 2500 نفر است که این آمار بیش از 2 برابر تخمین ها از اواخر ماه ژانویه می باشد. بر اساس گزارش منتشر شده توسط سازمان غیر انتفاعی مبارزه با افرادگرایی CEP، حداقل 69 حمله تایید شده توسط گروه سنی های تندروی داعش در ماه گذشته در مرکز سوریه را انجام شده است. گفتنی است این حملات منجر به کشته شدن حداقل 84 سرباز سوری و 44 غیر نظامی شد و این آمار نشان می‌دهد تعداد کل عملیات تأیید شده داعش در طول سال 2024 بیش از 2 برابر می‌باشد. و خبری از کشور آفریقایی سومالی. سرویس مین‌گذاری سازمان ملل متحد UNMAS روز پنجشنبه متعهد شد به تلاش‌ها برای پاکسازی سومالی از بقایای مواد منفجره ادامه دهد.
گفتنی است مین‌های زمینی تهدیدی برای ایمنی مردم سومالی هستند و باعث جراحات زیادی در میان غیر نظامیان شدند. شاین ذکر است از سال 2004 تا کنون 1390 تلفات غیر نظامی که در اثر انفجار این مین‌ها کشته شده اند ثبت شده است. UNMAS همچنین بر یک اقدام مؤثر بشر دوستانه برای مین‌زدایی در مناطقی از سومالی که در معرض آلودگی های انفجاری قرار دارند تأکید کرده است. و اما خبر آخر و یک خبر علمی. محققان کشف کردند که یک داروی دیابت ممکن است پتانسیل کند کردن پیشرفت بیماری پارکینسون که یک اختلال عصبی در میان میلیون ها نفر در سراسر جهان است را داشته باشد. این مطالعه که در مجله پزشکی نیو انگلند منتشر شده است نشان می‌دهد که داروی به نام لیکسیسناتید که معمولاً برای درمان دیابت نوع دوم استفاده می‌شود می‌تواند پیشرفت قابل توجهی در مدیریت علائم پارکینسون ایجاد کند. گفتنی است بیماری پارکینسون با از بین رفتن تدریجی سلول‌های عصبی در مغز مشخص می‌شود که منجر به مشکلاتی در حرکت، تعادل و حافظه می‌شود. در پایان لازم به ذکر است در حال حاضر هیچ درمانی برای این بیماری وجود ندارد.